شما تو سالای مثلا 1350 اگه میگفتی مثلا تقاضا برای فست فود، تقاضا برای ساندویچ یا تقاضا برای مثلا پیتزا چقدره، شاید اصلا وجود نداشت، تعریف نمیشد. اما در طول زمان، یعنی در طول این تیه، خب مثلا در طول این 50 سال یا 40 سال تقریبا، به گونه سلیقه مردم، به گونه ترجیحات مردم، به گونه خوراک مردم تغییر پیدا کرده که الان تابع تقاضا برای فست فود قشنگ تعریف میشه، قشنگ ما میتونیم تو جامعهمون ببینیم. یا تقاضا برای پوشاک، شما لباسی که مردم مثلا دهه 1150 میپوشیدن با چیزی که الان ماها داریم میپوشیم تغییر پیدا کرده. حالا این سلیقه ها گاهی وقتا حتی تو یه دوره زمان، سلیقه نوع پوشش، نوع خوراک مردمی که مثلا توی یه شهر زندگی میکنن با مردمی که توی یه شهر دیگه زندگی میکنن هم حتی وجود داره. اینطوری نیست که همیشه در طی زمان باشه. بنابراین خود سلیقه ها، یا به عبارت دیگه اون ترجیحات، اون روش زندگی، اون سبک زندگی، یکی دیگه از متغیرهاییه که تأثیر میذاره روی تابع تقاضا. مثلا اگه شما یه کالایی رو ببرید توی شهری بفروشید، هیچ تقاضایی ممکنه براش وجود نداشته باشه، چرا که مردم اون شهر ممکنه از اون کالا اصلا تقاضا نکنن. ولی اگه همون کالا رو ببرید جایی بفروشید که به عبارت دیگه مردم اون شهر از اون کالا استفاده میکنن، ممکنه فروشتون به شدت بره بالا. بنابراین این تاثیرگذاره. یه متغیر دیگه‌ای هم که مثلا میشه تاثیرگذار روی مقدار تقاضا، متغیر تبلیغاته، ولی چون خیلی کم رنگ بود من اینجا نیوردم. ببینید تبلیغات به طور کلی الان مثلا شهرهای بزرگ که تو ایران هواشون آلوده است میگن که شیر و سیب بیشتر مصرف کنید تا این اثرات آلودگی بر روی بدن شما کمتر بشه. همین گفتن یه حرف دکتر، گفتن یه تبلیغاتی توی تلویزیون، باعث میشه که مردم به صورت ناخودآگاه میزان سیب و میزان شیرشون رو نسبت به ماهای قبل، نسبت به دوره‌های قبل افزایش بدن، که دوچار این نشن که بگن بدنم آسیب میبینه، ممکنه که مریض بشم، ممکنه که سیستم دفاعی بدنم ضعیف بشه و اینا. بس بنابراین ما میایم میبینیم که مقدار تقاضا به طور کلی تابع این 5 تا متغیره، و تو دل این 5 تا متغیر چیزهای دیگه ای هم بود که من خدمتتون اشاره کردم. اما این یه دونه متغیر، یعنی قیمت سایر کالاها، رو من توی اسلاید بعدی خدمتتون قشنگ توضیح میدم. ببینید قیمت سایر کالاها چی میگه؟ میگه که اگر قیمت یه کالای دیگه تغییر پیدا کنه، باعث میشه تقاضای اون کالایی که تو داری بررسیش میکنی اونم تغییر پیدا کنه. یعنی قیمت یه چی دیگه تغییر پیدا کرده ولی تقاضای تو از اون کالا هم کم شده. چند تا مثال بزنم. ببینید فرض کنید که ما داریم تابع تقاضای بنزین رو بررسی میکنیم. ماشین گرون میشه. گرون شدن ماشین باعث میشه که مردم ماشین‌های کمتری بخرن. وقتی ماشین‌های کمتری خریداری بشه، مصرف بنزین هم کمتر میشه. دیدین اینطوری اثر میذاره. یا گوشت قرمز گرون میشه، باعث میشه که مردم دیگه گوشت قرمز کمتر بخرن، بیان چیکار کنن؟ بیشتر گوشت سفید بخرن. من برای اینکه ملموس بشه مثالمون، یه مثالی میزنم به این صورت. میگم که فرض کنید ما 2 تا میوه داریم توی فصل سرد سال، سیب و پرتقال. 2 تا میوهی که داریم، یه مصرف کننده هم داریم، این مصرف کننده ما مصرف کننده ای. میزان قیمت اینا تو الان، این ردیفه کلا سیبه دیگه، سیبه برابر با 10,000 تومنه و پرتقال هم الان، یعنی P1 زمان الانه، برابر 8,000 تومنه. و این شخص، همین شخصی که الان داریم در موردش صحبت میکنیم، میزانی که xanh của con xuống rồi mà giặt mà phơi mà nặng nhưng mà đắp cái chăn.
nhưng mà cứ giặt cho nó thơm.